در کجای تاریخ قرار داریم؟ آیا ما در دوره صنعتی به سر میبریم، دوره پیشرفته صنعتی که دردهای صنعتی به جان ما ریخته باشه، به دوره بورژوازی بزرگ رسیدیم، به دوره ای که نظام اقتصادیمون نظام از بورژوازی بازار کلاسیک تبدیل به بورژوازی صنعتی و سرمایه گذاری شده، منتقل شده، اصلا به این دوره رسیدیم؟ اصلا در این دوره زندگی میکنیم؟ آیا از دوره حکومت مذهب بر توده مردم ما فاصله گرفتیم؟ آیا فرهنگ جامعه ما فرهنگ صنعتیه، فرهنگ راسیونله، فرهنگ دکارتیه؟ اول باید تعیین کنیم در چه مرحله تاریخی هستیم. اگر تعیین کردیم، راه حل برای روشن فکر و مردم و همچنین تکلیف مردم برای تعیین مرحله بعدی خودشون کاملا روشن میشه. ما الان در دوره هستیم، این روشن فکر که ما هستیم، روشن فکر به معنای ما روشن فکر، نه روشن فکر ما ایرانی، روشن فکر مسلمان، روشن فکر مسلمان، روشن فکر یعنی روشن فکری که تو جامعه مسلمان هست و میخواد نقش روشن فکریش داشته باشه. این روشن جامعه خودش در چه ابعادی به سر میبره، در کدام مرحله تاریخی؟ به طور خلاصه جامعه ما از نظر مرحله تاریخی در آغاز یک رنسانس و در انتهای دوره قرون وسطا به سر میبره، اگر بخواهیم مقایسه کنیم با تاریخ قبل. این مقایسه ها البته کلیش درسته، در همان جزئیاش درسته. بنابراین ما در دوره تحول از یک قرون وسطای فکری و اجتماعی به سر میبریم به یک رنسانس شبیه به رنسانسی که بایکن و راجز بایکن هم سایی نکرد. دیگه دوم، از نظر اقتصادی نظام اجتماعی حاکم بر کشورهای اسلامی به طور کلی نظام اقتصاد بازار صلاحت بورژوازی واسطه، این خصوصیات نظام اقتصادی است. یعنی زیربنای اساسی و بزرگ جامعه ما بر اساس تولید کشاورزی، اقتصاد شهری ما و اقتصاد پولی ما سرمایه داری نیست، بورژوازی به اون شکلی که الان ما میفهمیم نیست و اشتباه میکنیم بورژوازی اروپایی که انقلاب کبیر فرانسه را انجام داده و اصلا ضد گروه بورژوازی ایرانیه و یا بورژوازی جامعه های اسلامی از لحاظ پسیکولوژی، از لحاظ زبانشناسی گروهی طبقاتی، اونو با این اشتباه میکنیم. از لحاظ بورژوازی، بورژوازی کلاسی که بازار، بورژوازی صنعتی نیست، بورژوازی بانکی نیست، بورژوازی سرمایه گذاری نیست، بورژوازی متحرک و باز نیست، بورژوازی دایره‌ای است، بورژوازی که به مصرف میرسونه اون چیزی که زراعت تولید میکنه و این تو این دایره محدوده، بورژوازی اندیجنال بومی، معنی همه اینا یعنی بورژوازی بازار. و بعد در یک حاشیه رقیقش که رو به پیش میره به سرعت، یک بورژوازی نو شکفته ما داریم به اسم بورژوازی است که شبیه از نظر فرم به بورژوازی قرن 19 اروپا، اما از نظر تحلیل اجتماعی با او شباهت نداره. بورژوازی واسطه، یعنی کسانی که از بازار و توی اون حجره ها میان بیرون و در خیابون های مدرن و از لوکس یک بورژوازی مدرن رو دارند، اینا بیشتر واسطه فروش کالاهای مدرن بورژوازی دنیا هستند و اشاعه مصرفشون در جامعه بومی خودشان. این بورژوازی کمپرادوره، بورژوازی واسطه. این غیر از بورژوازی اروپایی قرن 19 همه که اصولا تولید شهری را در برابر تولید روستایی ایجاد کرد، این بورژوازی مصرف شهری را ایجاد میکنه، هم در شهر هم در روستا، بدون اینکه تولیدش ایجاد کنه. اونا بقول یک حاجی محقق مدرس ما داشتیم در مشهد، میگفت که یکی از
یکی از برکت‌هایی که در اثر این عقیده و خلوص ما شیعه‌ها خداوند به ما داده اینه که یک جوری با درست کرده که واقعا مردم قدر نمیدونه شما، یک جوری کرده پاداش این محبتیست که ما داریم به ائمه و اینها، و او اینه که یک جور درست کرده که این اروپایی های بدبخت باید برن توی کارخانه ها، توی این چاه ها، باید برن توی این نمیدونم معدن ها دود و کثافت بخورن، هی هر خبر بیاریم که یک معدنی خراب شده هزار نفر اون زیر آمده، دود خورده، کثیف، بدبخت، بیچاره. اما تو کاغذ میپیچن تمیز میارن زیر پای ما، ما فقط به بوخ بزنیم و بیت بخونیم و گاز بزنیم بیتر تمیز میکنم باکی نمیشنم، هی اونا باید هی کارش بکنن، سرهم مالیش بکنن، ما بشینیم و دوباره توجیه. این بورژوازی اینجوریه، مدققیه، یعنی مصرف مدرن اطاعه میده بدون اینکه در تولید سهمی داشته باشه، تولید رو سرهم مالیش دیگران میکنن. و البته در یک گروهی که هنوز به صورت گروه در نیامده، به صورت افراد هستن که در داخل تولید مدرن آغاز کردن، اما هنوز به صورت یک طبقه در نیامدن اینا، چون در یک جامعه بسیار مثلا کشاورزی یا فئودالیته یا مثلا بورژوازی کلاسیک میتونه یک تولید بسیار مدرن الکترونیک به وجود بیاد در یک گوشش، اما اون پوشش اجتماعی نداره، تبدیل به طبقه هنوز نشد. این از نظر نظام اجتماعی در این دوره است. از نظر فرهنگی ما تیست فرهنگ خودمون باید بشناسیم، اگر روشن فکریم و با مردم میخوام کار کنیم، اگر ما دو روشن فکران کافه‌ای هستیم، به قول یکی از چیزم گفت روشن فکرای گیلاسی، از اونایی که خب احتیاج به زحمت ها نیست، گیلاسی که دیگه زحمت نداره دیگه، زم گیلاساشو میزنه و بعدم حرفای خیلی گنده گنده راجع به کشورهای عقب مونده میگه و ابراز احساسات میکنه توی همون گوشی خانه و اینا، بعد پرتقالش هم میخوره و بعدم اقدارش هم خالی میکنه و بعدم حالش به هم میخوره و پس میاره و بعد میگوین خانه، بعدم به هر کس هر کار میکنه پوش میده، رسالت روشنه. از نظر فرهنگی ما باید تیپ فرهنگیمون بشنیم، یونان تیپ فرهنگیش فلسفی، روم تیپ فرهنگی هنری نظامی داره، چین تیپ فرهنگی صوفیانه است از نظر فرهنگ جامعه تاریخ، هند تیپ فرهنگیش روحانی است، ما تیپ فرهنگیمون مذهبی و اسلامی. تیپ فرهنگی هم چه؟ یعنی روحیه غالب بر مجموعه اطلاعاتمون، خصوصیاتمون، احساساتمون، عواطفمون، بینشهامون، ایدئالهامون، یک روح مشترک در همه اینها وجود داره که اینا همه در یک فرم به نام فرهنگ تألیف میده. این روح مشترک کیف فرهنگ رو و کلتور ما رو میسازه، به هر فردی در این جو فرهنگی، هر فردی حتی عامی عالم فرق نمیکنه، در این جو فرهنگی است که تنفس میکنه، تغذیه میکنه، رشد پیدا میکنه و اصلا ایمان و عقیده و راه پیدا میکنه و حساسیت هاش. بنابراین شناختن فرهنگ جامعه، شناختن حقیقت و درون و حساسیت و احساسات اون جامعه است. امکان ندارد یک نفر بگه که من فلسفه نمیدونم و بینش فلسفی ندارم اما یونان رو میشناسم، چون کسی وجود نداره. جامعه شناسی هندی هستم اما ودائیسم و بودائیسم رو نمیدونم چیه، پس جامعه شناس آماری، از اونه که آمار دست چون میگن یک مرتبه توی ده بودم دیدیم یک ماشین این نشست و یک مارکایی داشت، یه دو سه نفر از این جوانای سرتمیز آمدن و دم در از همون قهوه‌خانه پرسیدن آب این کاسه این چی میگن در ده شما؟ خب ما بادجه میگن. خب این درخت چی میگن؟ ما میگن درخت سوپرنگی. اون میدونم چی میگن، نوشته فوریم رفت. بعد ما فهمیدیم اینا یک اکیپ های جامعه شناس هست، آمدن روی زبان شناسی روستایی ما کار بکنن، بر از اون جامعه شناسی هست بگن، بعد عمق و حقیقت جامعه ما در بیاره، همینجوری خیلی اوتوماتیک و الکترونیک. این نه، جامعه شناس به این معنا که روشن فکر باید در عمق وجدان توده خودش حضور پیدا کنه، اگر در هند بدایی سوه
و بوداییسم رو درست بشناسه، گرچه مذهبه، چون تیپ فرهنگ هندی تیپ بداییست. برای همین هم از که یک تحصیل کرده جامعه شناس مدرن اروپایی در هند هیچ کار نتونست بکنه. کسانی که کار کردن یک تیپ تیپ مثل گاندی و سهم تحصیلاتی که در لندن کرد در فعالیتاش یک پول نبود، اما آشنایی و تفاهم و خویشاوندی که با روح هند و روح بومی هند و فرهنگ هند داشت، اون همه او را مقتدر کرد در هدایت و حرکت دادن به جامعه. روشن فکر ما، روشن فکریه که به هر مسئله متدی که بحث میکنم، نه مسئله اعتقادی، باید جامعه خودش به این جامعه که اون هست به این شکل بشناسه و بفهمه که این جامعه روح غالب بر فرهنگش روح اسلامی، فرهنگشه و تاریخشه و همه حوادثشه و زیربنای اخلاقیشه و حساسیتهاشه ساخته. این اگر به این واقعیت پی نبره، چون که اغلب روشنفکران پی نبردن، باعث این میشه که روشنفکر در جو مصنوعی محدود خودش گرفتار بشه و چون خودش بری از اعتقادات مذهبی است و تحت تأثیر جو اروپای قرن 19 و 20 تنفس میکنه، بعد دچار یک اشتباه ناآشنایی در تفاهمش با مردم و حرف زدنش و رهبری مردمش بشه و بعد مردم او رو نتونن بپذیرند، بفهمند. و مثل او واعظ خوب تهران که در ده ما واعظ بسیار بده مردم رو موعظه کنه. به آقای فرانس خانو من ارتباطی داشتم اونجا با یک مترجم کتابش بودم. به یک واقعیتی رسیدیم که من خواهش میکنم، چون بسیار مسئله مهمه، در مقدمه کتاب اسلام شناسی اون تیکش آوردم بخونید. به این شکله که اون یک حساسیتی داشت فرانس خانو علیه کوشش هایی که از طریق مذهب در جامعه ها میشه و بعد خودش یک مبارک حالت ضد مذهبی داشت. بعد من باش اثبات قانعش کردم که در بعضی از جامعه ها که دارای یک فرهنگ خاص و بعد مذهب خاصی هستند، این مذهب خاص که امکانات ویژه‌ای داره و سرمایه ها و حالت روحی و سنت و تاریخ ویژه‌ای داره که میتواند روشن فکره کمک کنه تا با توسل به اونها جامعه رو به هدایت و رهبری هایی بکشونه که شما از طریق غیر مذهبی و با مبارزه با اعتقادات مذهبی به همون جامعه میکشونین، روشن فکر امکان داره که موفقیت به دست بیاره. شما این حالت ضد مذهبی که دارین بر اثر تجربه اختصاصی و ویژه مذهب در قرون وسطای اروپا و تجربه نجات جامعه اروپایی بعد از قرن 15 و 16 که از مذهب رو گذاشت کنار و رها شد، و این درسته. اما این شما تحت تأثیر این تجربه آمدین به جامعه اسلامی، نمیتونین تأمین بدین، برای اینکه ببینیم در جامعه اسلامی فرهنگ جامعه اسلامی و سنتش و بینش مذهبی و عناصری که بین مذهب رو میسازه و میساخته اینها چیه؟ این عناصر، این سرمایه ها و این روح کاملا با روحی که بر قرون وسطا حکومت میکرد به نام مذهب مغایره، و بنابراین چون مغایره ما از لحاظ عقلی نمیتونیم هر دور محکوم به یک حکم بکنیم و از نظر متدیک بزرگترین اشتباه رو کردیم اگر که با این مذهب با همون شکل مبارزه بکنیم که با اون مذهب روشن فکران قرن 16 و 17 مبارزه میکردن. برای اینکه احساس مذهبی یا فرهنگ مذهبی اون چی که در هند مغایر با اون چی که در ایرانه، اون چی که در ایران مغایر با اون چی که در قرون وسطای غربه، مسیحیت و اسلام رو با هم سنجیدن و مقایسه کردن و بعد به یک حکم روشن فکرانه رسیدن، این غلطه. به خصوص اگر مورخ یا فیلسوف بتونه بگه که همه مذاهب مثل همان هم غلطند، روشن فکر نداره تنظیم بگه. برای که همینطور گفتم روشن فکر باید تعیین کنه که مالک چه محله تاریخی و چه جامعه ایست و وابسته به چه مردمی.
دست به مذهب در اسلام باید روشن فکر متوجه یک اشتباه بزرگی که ممکنه دوچارش بشه بشه و همه دوچارش شدید و او اینه که اون چرا که امروز در متن جامعه به نام مذهب جریان داره اون مذهب بگیره و تاریخ خودش و فرهنگ جامعه خودش بگیره و بعد با او به مبارزه برخیزه و بعد با او رو نفیش کنه و بعد جامعه مذهبی رو بخوانه به یک ایدئولوژی متناسب بر قرن 19 جامعه صنعتی آلمان که دو قرن از اون وسط دور شده. این ممکن دوچار چنین اشتباهی بشه و بعد روشنفکر یک نقش ناهنجار انحرافی در جامعه بازی کنه، همون نقشی ده که عوامل ارتجاعی مذهب در جامعه بازی میکنن و بعد میبینه روشنفکر که همین مذهب که عامل انحراف اجتماعی در جامعه شده بزرگترین ابزار دست عوامل قدرتی هستن که بر علیه جامعه های اسلامی کار میکنن و بعد این روشنفکر وقتی با این مذهب در میفته، این درسته قبول کنه چقدر فاجعه است. همین روشن فکر اینا اساسی ترین مسائله که اینجا مطرح میکنم. مسلما کسانی که بیش از یک ساعت یا یک ساعت نیم یا دو ساعت یا چی بیشتر در زندگیشون برای پی بردن به مسائل یا تای مسائل نگذاشتن، اونها خوب آزاد هست. روشن فکر در حالی که میبیند که مذهب و عوامل مذهبی در دست عوامل ضد جامعه های اسلامی که خودش هم از اونجاست اسلحه‌ای شده و عامل تخدیر و توقف شده، در موقعی که همین مذهب همین روشنفکر با مذهب موجود در جامعه اسلامی مبارزه میکنه، توده را از قطب روشنفکری می هراسانه و می رمانه و بعد توده بر اساس اعتقاد تعصب دینیش و برای فرار از ساز روشنفکر ضد مذهبی به عوامل ارتجاعی و عوامل انحرافی و استعماری که به ظاهر حامی مذهب هستند به اونها پناه می دهد. این است که برای تبرئه و برای توجیه عواملی که از مذهب سوء استفاده میکردند و میکنند در همه جامعه های اسلامی روشنفکران بزرگترین خدمت بکردند و توده را با مبارزه علیه مذهب به ادا و تقلید روشنفکران اروپایی در قرن 19 توده را با مبارزه و نفی احساسات مذهبی و حمله به اعتقادات مذهبی و مذهب موجود و مذهب اعتقاد مذهبی در دل او میرماندند و برای دفع شر این همین توده به اون عوامل ارتجاعی پناه میبردند و اون عوامل بیشتر از مبارزه روشنفکر در توده مذهبی به نفع توجیه و تقویت خودش و سوار شدنش در گرده های افکار و عقاید مردم به نام دین استفاده میکرده و بعد روشنفکر که در چنین جامعه‌ای به ادای روشنفکر ضد مذهبی قرن 19 با مذهب در میافتاده رابطه خودش با مردم قطع میکرده، منزوی میشده و امروز انزوای روشنفکران در جامعه میبینیم و حس میکنیم که یک جای روشنفکر هم قالبی رسمی که واقعا روشنفکره به توی توده راه نداره، وارد نمیتونه باشه، نمیتونه با اون حرف بزنه، نمیتونه تفاهم ایجاد کنه، فرهنگ مشترک نه تنها نداره بلکه عقاید مشترک ندارن، این نمیتونه حتی دردهای او رو به خودش بازگو کنه چون نمیشناسه و او مزی گوش نمیده و زبان این برای او بیگانه. روشنفکر برای پاسخ به از کجا آغاز کنیم در این مرحله تاریخی که قرار داریم با این نظام اقتصادی و اجتماعی و تیپ فرهنگی که الان هستیم
برای پاسخ دادن به این سؤال باید به این آگاهی برسد که اکنون در جامعه های اسلامی در این در یک قرن اخیر 100 سال سر از زمان سید جمال که روشن تر شده مسائل، به این آگاهی برسه که عوامل انحرافی از استعمار که وارد شد و همچنین از عوامل ارتجایی که در داخل جامعه های اسلامی علیه مردم و همیشه سوار مردم می شدن و بر گرده اونا و بر سرنوشت اونا، بدونه که مذهب چه نقش نیرومندی و صلاح برندهی در دست عوامل ضد مردم بوده، ببینه که مذهب به عنوان عامل انحطاط جامعه مسلمان ره همین مذهب اون و در طول همین 200 سال 300 سال به عنوان عاملی استخدامش کردن، درش آوردن تا مردم را از سرنوشت کنونی خودشون احساسشون را اخفار کنن و به مسائل گذشته منحصر بکنن، عقده های عینی خودشون را تبدیل به یک عقده های ذهنی کنن، توجه توده مردم ما را به نام دین از پیش از مرگ به کلی ببرن و به نام دین همه توجه را به بعد از مرگ متوقف کنن و محدود و ایدئال های مردم مسلمان ده و توده مسلمان ده از ساختن و داشتن یک زندگی آسوده و آزاد و مرفه در روی زمین و در زیر همین آسمان امید مردم را قطع کنند و ایدئالشون را منتقل به داشتن یک زندگی مرفه و آزاد فقط و فقط در بعد از مرگ منحصر، یعنی مذهب ره که به عنوان بزرگترین روح و بزرگترین انرژی ار روح‌های مردم ره، اندیشه‌های مردم ره و همه تلاش‌های زندگی مردم ره به خودش متوجه می‌کنه، این مردم ره همه چشم‌ها و گوش‌ها و دل‌ها ره از زندگی این جهانی به زندگی بعد از مرگ منحصر و متوقف می‌کنه و رابطه بین معاد و معاش زندگی مادی این جهانی و سرنوشت ایدئال بعد از مرگ از هم این رابطه را قطع کنه و بعد بین معاش زندگی مادی و زندگی معنوی تضاد ایجاد بکنه و به نام دین توجه به زندگی مادی ره یک نوع انحطاط و فساد بشماره و یک زهدگرایی و آخرتگرایی انحرافی در جامعه منتشر کنه و حساسیت‌های عینی موجود و عوامل ناهنجاری‌های موجود ره از درون و ذهن او بزداید به نام دین. همه این عوامل روشن فکر حس باید بکنه و میکنه، اما نه اونچنان آگاهانه و درست. روشن فکر ما وقتی میخواد به مذهب پوش میده به مذهب قرون وسطا در اروپا پوش میده، باید اونا خونده رو میشناسه، اینجا اصلا نمیشناسه، اکنون میبیند روشن فکر در این تحلیل به اینجا میرسه، روشن فکر این سال و این جامعه در این حالت خاص به اینجا میرسه که مذهب نفس انحطاطی در میان توده داشته و عامل انحطاطی و اخفال از زندگی عینی و مادی و اجتماعیش داره و عوامل ارتجایی و عوامل مرموز و دستهای ناپیدای خارجی از این قدرت نیرومند علیه مردم استفاده های فراوان کردن، این رو میبینه. از طرفی اگر باعث در بیفته باعث به شدت مخالفت کنه تنها و منزوی میمانه و بیگانه به مردم و بعد خودش مردم رو رم میده به همون پناهگاه های ارتجایی و به همون عوامل خارجی. روشن فکر باید از تقلید و همچنین از سطحی نگریستن مسائل
باید برحضر بود. باید پی ببره که این عامل انحطاط مذهبی که الان و نقص انحطاط منحط مذهبی که الان وجود داره در میان توده و همچنین تجربه ضد مذهبی که در اروپای قرون وسطی وجود داشت، اینها رو آیا میتواند تأمین بده به مذهب و فرهنگ حقیقی و مذهب واقعی اسلامی که زیر بنای عقاید و جامعه فرهنگی خودش میسازه؟ در اینجا باید روشن فکر در هر اعتقادی که به سر میبره از نظر ایمانی و دینی قطعاً و جبراً باید اسلام شناس باشد، چند جامعه شناسی که در هند باید ودا شناس و بودیست شناس باشد و روح و فلسفه حاکم بر فرهنگ و بر تاریخ و بر جامعه هندی رو بشناسد. اسلام شناس باشد به چه معنا؟ به این معنا که بعد ناگهان دچار یک حالت انقلابی، یک حالت شگفت‌انگیز، یک حالت غیر قابل پیش بینی، حالت غیر قابل پیش بینی به این شکل که میبینه که فاجعه بزرگی رخ داده و چگونه روشن فکران ما که با این فاجعه بزرگ آشنا نبودن همه وقت خودشون و استعداد و نبوغ خودشون و مردم رو همه رو تباه کردن با بدآغاز کردن و همچنین با بدفهمیدن و عوضی گرفتن ها و ارتباطات نامعقول و نامنطقی نشان دادن. فاجعه اینه. این به عنوان یک تجربه شخصی گرسی دیگه تحلیل فرصت ندارم. فاجعه اینه، خیلی ساده، خیلی روشن، یک توجه بود. فاجعه اینه که کسانی که به نام مذهب عموم مذهب رو در اختیار داشتن، اینها به شکل منجمد در 10 سال و 200 سال و 300 سال اخیر به همین شکل مذهب رو در آوردن که هست. روشن فکران ما که با زمان آشنا هستن و با نیاز نسل و قرن ما آشنا هستن مذهب رو نمی دانن چی؟ و این است که این جامعه ما با داستان اسلام و فرهنگ و تاریخی که می تواند او رو نجات بده، با داستان اونها نتوانسته است به یک آگاهی مذهبی برسه که موجب نجات او باشه، دستور اگه چنین امکانی رو داشت. روشن فکر با اسلام مبارزه میکرد و تاریخ فکر اسلام رو وسیله تخدیر توده و تغذیه خودش کرد و در این میان هم اسلام در عمق تاریخ محبوس موند و هم توده در سنت محدود منجمد خودش مدفون. و روشن فکر از مردم جدا و بیگانه و منفور، اینه که بیش جامعه احساس میکنه که یک فاجعه بزرگ رخ داده. چه فاجعه ای؟ احساس میکنه که مسئله مذهب اونچنان که روشن فکران قرن 18 و 19 در اروپا میگفتن درسته، عامل انحطاط بوده در قرون وسطی و بعد هم وقتی نجات وقت آزاد شدن نجات پیدا کرد. روشن فکر غربی و حتی شرقی میدونه که اصولا فکر کاتولیسی، فکر بودی، فکر ودائیسی، فکر لاوتسوئیس یک فکر انحطاطی انفرادی فردگرای متوجه کننده روحا از زندگی و عینیت و واقعیت به ذهنیات و ایدئالیسم های ماورای مادی و ماورای زندگی و ماورای واقعیت هست که بکلی پیوند با زندگی قطع. بنابراین عامل انحطاط از نظر یک روشن فکری که قدرت و مسئولیت و عینیت میخواد به جامعه بده. اما در اینجا میبینیم که با فرهنگ اسلامی ما، فرهنگ مذهبی ما بر روی یک اسلامی مبتنی شده و به خصوص یک تلقی خاصی از اسلام که جامعه ما داره که این درست ضد اون مذاهبه، نه اینه که وجوه اشتراکی داره و بعضی از موارد و خصوصیات و فروعش با اونا فرق داره، نه، کاملا ضد اونه. روشن فکر دچار این اشتباه شده که میبینه آثار مذهب قرون وسطی، مسیحیت در قرون وسطی و آثار اسلام در قرن فعلی بر جامعه و توده عامه مردم مشابهه، بعد متفقیه کرده که اسلام بنابراین با او مذاهب مشابهه، پس روش من در مبارزه یه اجتماعی و مسئولیت اجتماعی باید با روشن فکر قرن 19 مشابه باشه. این اشتباه، این اشتباه، اشتباهی که روشن فکر کرده
و اشتباهی است که اون عوامل ارتجاعی ایجاد کردن برای چنین اشتباهی. چه خواه شده؟ اون فاجعه چیست؟ فاجعه اینه که یک روشن فکر مثل پروتستانتیست، یک متفکر مذهبی قرن 18 و 17 و 16 دوست دقت بکنیم دوستان چه کار میکرد؟ میگفت این قرن وسطا، این کشیشا، این کلیسا بدبختی و بیچارگی که ایجاد کردن این بود، این بود که عوامل مترقی حدیث مسیحیت به ندیده گرفتن و مطلوب گذاشتن، عوامل زهدپرستی و درونگرایی و فردپرستی ره و عبادت و تلقین و اعتقادات ماورا و طبیعی ره اینا ره رواج دادن. خب حالا روشن فکر اروپایی باید چه کنه؟ معلومه باید برای رفرم مذهبی، برای ایجاد یک پروتستانتیسم مذهبی و مسیحی، باید عوامل محرک و بیدار کننده مسیحیت هم که سزارها و پاپها و فئودالهای اروپا اینها رو به خاطری که مخالف با منافع خودشون بوده کنار زدند و متروک گذاشتن، اونها رو احیا کنیم. به مردم هم بگیم، چون که گفتن رهبران پروتستانتیسم خیلی ساده گفتن که مردم مسیحیت اینیست که فقط از همه زندگی مادی ما فرار کنیم و به زندگی درونی خودمون بپردازیم و پاسایی مطلق پیشه کنیم، نه، خداوند دوست داره که ما زندگی داشته باشیم، سرمایه داشته باشیم، اقتدار داشته باشیم و برخورداری مادی از زندگی اجتماعی داشته باشیم. و این هم آیه هاشه، اینا هم مسائلی که خود مسیح و خود حواریون هم طرح کردن. بنابراین این عوامل انحطاط به نام مذهب بودن که این قسمت های مترقی مذهب رو کنار گذاشتن و قسمت های ذهنی مذهب رو اونها رو فقط منحصرا رواج دادن. خب رفرماتور هم کارش اینه که عوامل مترقی و حرکت بخش و عینیت ساز و زندگی ساز و این جهان گرار اصلی مذهبش برداره اونها رو مطرح کنه و کنار عوامل انحطاط یا عوامل انفرادی یا عوامل روحی و آخرت گرایی. اما در اسلام اینجوری نشده، در اسلام اینجوری نشده، در مذهب ما اینجوری نشده و بدبختی و گرفتاری و سنگینی مسئولیت هم اینه. در اسلام و در مذهب ما اینجوری شد که درست مثل یک روشنفکر بسیار مترقی که فقط به زندگی اجتماعی میاندیشه، که فقط به فکر بیداری و حرکت و آزادی جامعه این جهانی و زمینی هست، آمده اسلام ره و مذهب ره و تاریخ اسلام ره و همه ابعاد و معنویت ها و مکتب ها و نظرها و علوم و معارف و همه چیزی که در اسلام هست همه ره خلاصه کرده در دو شعار شمشیر و خون. این تاریخ اسلامی که الان هست همه میشناسیم، همه میدونن، همه مردم هم میشناسن و همیشه هم همین تکرار میشه. و در دو شعار و دو اصل، امامت و عدالت. بعد میبینیم مردم ما از تمام اعتقادات گذشته فقط و فقط قیام حسین میشناسه و همیشه به اون میاندیشه و همیشه درباره او احساس داره، گریه میکنه، عزاداری میکنه، هیجان داره، فکر میکنه و به عنوان اساس اعتقاد خودش خون ره اساس اون چیزیست که و رنگیست که با اون رنگ میبینه دین خودش. عامل انحطاط نیست. از طرفی پیغمبر این اسلام و تاریخ مذهبش و رهبران مذهبش همه با جهاد و با شمشیره و همه مردم هم میشناسن، همه مردم هم میشناسن. شعار یک مذهبی عدالت و رهبریه، تاریخ مذهبی شمشیر و خونه، مردم هم همش به همین مسائل تکیه کردن و به این شکل هم در آوردن الان. اما چرا اثر نداره؟ این فاجعه است، این معجزه است که معجزه سیاهش که انجام شده. اگر این کار میکردن به جای امام حسین که در تاریخ ما هست، مثلا یک امامی دیگه ایره، یک گوشه دیگه از تاریخ ره، اون رو مطرح میکردن که مسئله قیام نیست، مسئله جنگ نیست، مسئله مبارزه با ظلم نیست، مسئله اینا مسائل مطرح نیست، این مسئله حادثه تاریخی. اگر به جای مسئله کربلا
هم عبادت فقط مطرح میکردن. باز میگفتیم که ما به جای علی یک مثلا حلال مطرح میکردن در جامعه، باز ما به عنوان روشن فکرانه که میتوانیم و میخواهیم عوامل مترقی بیدار کننده را از متن جامعه برد، از متن تاریخ استخراج کنیم و احیا کنیم و وارد جامعه بکنیم، میدونیستیم چیکار بکنیم؟ میدونیستیم که باید احیا کنیم خاطره کربلا را، میتونیستیم حلاج را بذاریم کنار و چهره علی را جانشین کنیم و به مردم بیاگاهانیم که به این شخصیت ها و به این حوادث و به این اصول توجه کنه، به جای این که اصول دین را اگر میگفتن اصول دین عبارت است از نجات از بدبختی های احتضار و همچنین مثلا بهشت، اینا عبادت میگفتن هست و خلوت، عشق و نیایش، اینها رو میگفتن. ما میگفتیم نخیر، با تنها اینا نیست، عدالت و رهبری و جهاد اینها جزء اصول دین ما هست، ولی عوامل ارتجاعی نگذاشتن. اما اینا اینجوری نکردن، اینا همین دو عامل رو منحصرن گفتن. اما معجزه سیاه اینه که فقط و فقط خونه اون چی که می اندیشه به گذشته به نام دینش، اما خود خون رو در یک کارخانه پتروشیمی وحشتناک تبدیل کردن به تریاق. و هست این اثرش میشه. این خون رو تبدیلش کردن به عشق، خون متروک نگذاشتن که ما بیایم روازش بدیم، کربلا رو فراموش نکردن تا بیادشون بیاریم، ته کردن اما به یک شکلی که اثر منفی داره، ضد خودشه. شمشیر رو به عنوان مظهری از تاریخ جهاد اسلامی مطرح کردن، اما یک جوری رو که به سر خودش بزنه و همیشه میزنه، همیشه مطرحه. اما روشن فکر نباید دچار این فاجعه سیاه کنه و این فاجعه سیاه او را هم مثل عوام گول بزنه. باید متوجه باشه که این فرهنگ کاملا اختصاصیه، نه مثل هند روحانیه، نه مثل چین اختصاصا عرفانیه، نه مثل یونان اختصاصا فلسفیه، نه مثل اروپا اختصاصا نظامی و صنعتی و قدرتیه و غریزی و برخورد مصرفیه. یک فرهنگ آمیخته به ایمان و ایدئال معنویت و سرشار از عوامل زندگی ساز، قدرت بر و روح حاکم بر همش برابری و عدالته. اون چیزی که الان جامعه اسلامی و جامعه عقب مونده و جامعه سنتی و جامعه شرقی و جامعه دنیای سوم محتاجشه داره، نه تنها به عنوان بعضی از عوامل، بلکه به عنوان اصل عامل و اساسی ترین پایه های موجود در فرهنگ خودمون. بنابراین روشنفکر به جای اینکه مترجم عناصر و آثاری باشه از یک فرهنگ بیگانه ای که هرگز به خورد متن این مردم نمیره و فقط ترجمش باعث اینه که یه عده روشنفکر مشابه با او و فرهنگ او دور هم بشینن و لذت ببرن و بهبه بگن و مردم هم هیچ استفاده نکنن و مردم بدهد، باز هم محبوس در همون سنت های موروثی مذهبی گونه باشند، کارش استخراج و تصفیه و کشف این روح نیرومند حیات بخشیه که نه در تاریخ گم و مرده، بلکه در فرهنگ زنده موجود در متن جامعه و متن احساس توده مردمش وجود داره و داغ و حرکت داره و به سادگی میتونه چنین کاری رو بکنه و با هوشیاری میتونه و میبینه که برخلاف مذاهب دیگه که مذهب به عنوان توجیه فقر زندگی اجتماعی رهبر مذهبش و بزرگترین آموزش یافته مکتب مذهبش ابوذر میگه که وقتی فقر وارد یک خانه میشه، مذهب دین از خانه فرار میکنه. این طرز برداشت و بینشه، این جهانیه، این مذهبه. خود علی که به عنوان بنیانگذار مکتبی است که ما بهش معتقدیم، یعنی متن جامعه ما بهش معتقده، میگه که این یک اصلیه که مثل که ترجمه شده از فرودون مثلا، من لا معاشله لا معادم، برخلاف اون چی که الان تزریق میشه
الان. کسی که زندگی مادی نداره زندگی معنوی نداره. برداشت فعلی که هر کس به فقر و بدبختی و نکبت دچار بیشتر، قلب ساختر و شکستتر و بیشتر زمینه طلوع الهامات غیبی میتونه بشه، این مال علی نیست. شکم خالی هیچی نداره هیچی. کسی که دچار جامعه‌ای که دچار کمبود مادی است، کمبود معنوی هم داره، اونطوری که اسمش اخلاق و مذهب میگذارن در جامعه های فقیر، یک سنت های موهوم انحرافیه، معنویت نیست. کسی که زندگی من حتی من فرد اینچنین غیر استثناء طرز کار یک پاپره چگه میشه مقایسه کرد با طرز کار علی که میاد حاکم میشه، میاد حاکم میشه، یک مرتبه فرمان میده که به تمام حقوقها رو به هم میده. امروز در کدام نظامی وجود داره و حتی تصور و تخیلش هم ممکنه؟ در کدام نظامی میاد توی بیت المال به بزرگترین افسرش و شخصیت بزرگ اجتماعی و نظامی و سیاسی جامعه میاد اونجا حقوقش میگیره؟ 3 دینار میاد. اولین باری بود که علی حقوق میداد در برابر حقوقهای گردن کلوفتی که یکی 100,000 دینار بود، یک دینار گاهی هم نمیدادم، گفتم باید که بگیری کاری که ابو ذر قرد کردم 3 دینار. و غلام همین آدم برده همین آدم هم آمد 3 دینار گرفتن. این ساده نیست عنوان حقوق رسمی جامعه در داستان تاریخ ساده. کدوم جامعه این و کدوم نظام تر غیر طبقاتی میتونه بپذیره چنین چیزی؟ یک کسی که چنین موقعیت اجتماعی و تاریخ و گذشته و بیوگرافی و مسئولیت ها و شخصیت داره، این 3 دینار زندگی چه باید اداره کنه مثل یک غلام که هیچی نداره؟ میخوام بینشی ده و هدفی ده و گرایشی ده که این مذهب رو میسازه و داره این رو اعلام بکنم و بعد به روشن فکر بگم تو در متن جامعه و در متن این فرهنگی که در برابرش هستی نه تنها باید بهش تکیه بکنی تا با مردم تفاهم داشته باشی و به وسیله مذهب از مردم فاصله نگیری و بیگانه نشی، بلکه به عنوان این که ایمان بیابی که اون چی که اینجا به نام مذهب هست عامل پخش کننده مردم از زمان حال به گذشته ها و از زندگی زمین به ماوراء زمین و از دردها و نیازها و آرزوهای زندگی اجتماعی و عینی به تخیلات ذهنی نیست، بلکه عناصرش بر اساس جهاد، بر اساس عدالت. مسئله عدالت به عنوان یکی از اصول نیست، به عنوان روح حاکم بر همه اموره. مسئله برابری به این شکله که علی در یکی از اصحابش خرما میفروشه، میبینه بعضی خرماها رو گذاشته سید مثلا 1 قرن میفروشه، بعضی‌ها رو سید 2000. خوب باشه، با خشم میگه چرا مردم بندگان خدا رو و مردم رو میای طبقاتیش میکنی، تقسیم بندی میکنی، خوب و بد میکنی مردم رو؟ بعد با دستش خودش مخلوط میکنه، میگه اینها رو با یک قیمت میانگین به همه بفروش. این تکیه های اساسی، این شخصیتی مثل سنتول رو با ابوذر مقایسه کردند و بعد حکم مشابه به هر دو دادند، این نه تنها روشن فکری نیست بلکه بیسوادی مطلقه و بیانصافیه. ابوذر که همه زندگیش در مبارزه با سرمایه داری و استثمار مردم و علیه این نظام ها و این طبقه و گروه ها زندگیش وقت میکنه و بعد نابود میشه، این رو با سمپل که میگه تمام معبد خداوند بر روی گرسنگی بنا شده. ای جو تو همواره هم آهنگ الهام و وحی. چجور ممکنه اینا رو یک جور تلقی کردن؟ من نمیگم اگر فیلسوفی یا مورخی یا هرچی هستی هر جور دلت میخواد تلقی کن، اما اگر روشن فکری در برابر
تلقی درست مذهبی که مذهب جامعته و فرهنگی که فرهنگ جامعته و تاریخی که تاریخ جامعته، باید یک برداشت صحیح درست داشته باشی. اگر به املا اشتباه تو اشتباه یک نویسنده نیست، اشتباه یک رهبر اجتماعیه، اشتباه یک رهبر اجتماعیه، یک آگاه کننده اجتماعی، یک پیغمبر ادامه دهنده راه پیغمبران تاریخ. غیر از یک فیلسوفی مثل ارسطو که درباره طبیعت یه چیزی گفته بر غلط درآمده، خب غلط درآمده. کسی که کار رهبری در بین انسان و جامعش داره، این غیر از مسئولیت یک عالم است. اینه که من متاسفانه در یک جمله میخوام خلاصش کنم و مرخص کنم، برای اینکه احساس کنم مسائل میخواستم اینجا مطرح کنم، برای اینکه شاید این هم دوست فرصت نباشه برای تحیل مسائل. اینو میخواستم از کنم که این فرهنگ جامعی که ما داریم، شناخت اساسی روشن فکر و مسئولیت هاست و هدفی که باید داشته باشیم و کاری که به عنوان انتقال تضادهای اجتماعی از متن جامعه به احساس و خودآگاهی جامعه بوده و مسئولیت پیامبرانه‌ای که در روشنی و هدایت جامعه خودش داره، و این قید که هر کس که روشن فکره باید مواد و مصالح کارش ره از زندگی اجتماعی جامعه خودش و زمان خودش کسب کنه، و اعتقاد به این که روشن فکر جهانی با دانستن ارزش ها و ملاک های مشترک وجود نداره و روشن فکر در یک زمان خاص و جامعه خاص و وابسته به یک تاریخ و فرهنگ خاص، وضع خاص و فکر خاص و زبان خاص داره و با تجربه هایی از عوضی گرفتن ها و نشان دادن ارتباطات عوضی که روشن فکران گذشته هم بهترین مغزها و همچنین بهترین فرصت ها را حرام کردند و به هدر دادند، و با تجربه این که روشن فکرانی که به تقلید از کجا آغاز کنیم، آغازگاه روشن فکر اروپایی که در یک جغرافیای فز دیگه و در یک شرایط تاریخی دیگه با مذهب به حق درستادن و نجات دادن جامعه و زمان خودشون در یک قرن خاص، در برابر یک جهتگیری خاص و فاجعه خاص، در این جامعه ها هم و در این جامعه هم با مبانی مذهبی و اسلامی به طور مطلق درستادند، هم منزوی شدند از مردم و هم بین اونها و مردم حفره ایجاد شد و هم مردم از اونها رمیدند با این جهت‌گیری و به ارتجاعی ترین و خطرناک ترین عوامل و پناهگاه های ضد مردم پناه بردند، و هم به این دلیل که روشن فکر وقتی که نسبت به مذهب که روح حاکمه بر جامعه است بی اعتناست، جامعه نسبت به مسئولیت او بی اعتنا میماند چون جامعه مذهبی، هم به این علت که مخالفت با مذهب به وسیله روشن فکر آگاه جامعه را به دلیل اینکه مذهبی از آگاه شدن و از بهره یافتن از روشنگری های نسل روشن فکر و جوانش محروم می سازه و اون ره در دست های سنت پرستان منحط که مظهر وسیله تغذیه زندگی فردی خودشون کردند و قدرت طلبی های فردی و انحطاط جامعه، در دست اونها اسیر می مانند. و هم به این علت که روشن فکر چون در نسل خاصی و جامعه خاصی کارشه انجام میده، در این حال از نظر این که آگاهی جهانی داره و جهان بینی داره و از نظر این که محدود به حدود شرایط اقلیمی خودش نیست، خلاف توده میتواند بزرگترین و عمیق‌ترین و مؤثرترین نقش را بیش از دانشمندان در آگاهی و حرکت و ایمان بخشیدن به توده بازی بکنه،
و به خاطر انتظار شدیدی که توده از روشن فکر خودش داره تا اور از همه عوامل خطر و ارتجاع و پوسیدگی و کهنگی و پریشانی بی آگاهانه و همچنین به این علت که اعتقاد به این مسئله که اسلام در این حال که یکی از مذاهب است فرهنگی دارد بر اساس عدالت، روح حاکم بر فرهنگ اسلامی و ایدئالی داره بر اساس عدالت و رهبری و بعد به این عنوان که این مذهب برخلاف همه مذهب درست قبل فرد جنگ مذهب و علیه نفی مذهب و عدم اعتقاد به مذهب را اعلام نمی کنه. در قرآن کسانی که کافرن غیر مذهبی ها نیستن نشان میده. الذین یکنزون از ذهب و الفضه و لا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. کسانی که زرندوزی و کنز می نهند اینها محکوم به دوزخند. الذین یکفرون به آیات الله، این آیه رو دقت کنید، این یک فلسفه تاریخه. الذین یکفرون به آیات الله، کافر کیه انظر این مذهب؟ کافر کیه؟ الذین یکفرون به آیات الله و یقتلون النبیین بغیر حق و یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس. اینا یا اینا کسانی که با آیات و واقعیات و محسوسات که مظهر و رمز حقیقت هستند و خدا هستند کافرند و کسانی که پیامبران را این میگم پیامبری کردن این و کسانی که پیامبران را به غیر حق میکشند سومی دسته کیه؟ الذین یأمرون بالقسط من الناس، از سوده مردم هم پیغمبران را میکشند و هم کیا را میکشند؟ کسانی را که از میان مردم برای استقرار برابری و عدالت میکوشند. این تسلسل رو ببینید، یعنی از میان مردم کسانی که برای استقرار عدالت و برابری در جهان میکوشند اینها در برابر در ادامه پیامبران و هم سرنوشت پیامبران تلقی شدند و در صف اونها و در برابر کسانی هستند که با عدالت و با قسط و با پیامبری دشمنند و همه در یک صفند. این تلقی طبقاتیه، این تلقی تاریخی از این نوع مذهب. و اعتقاد روشنفکر که و آشناخت دقیق و درست روشنفکر که این فرهنگ مذهبی جامعه خوشبختانه بر اساس مذهبی است که بر اساس چنین بینشی و با چنین گرایشی و با یک سنتی از شهادت و بر اساس شعارهایی که ایدئال همه انسانهای امروز جهانه و بر اساس گذشتهی که قدیسان این مذهب در قارها و صومعه‌ها نپوسیدن بلکه همه در زندانهای ستم و صحنه‌های مبارزه به شهادت رسیدن، به طوری که تاریخ ما سنت شهادت داره نه حوادث شهادت. بر اساس همه اینها که روشن شد در این جامعه باید و در این لحظه برای آگاه کردن مردم، برای هدایت مردم، برای ایجاد یک عشق تازه، ایمان و جوشش تازه، روشنایی بخشیدن به ذهن و به اندیشه ها و آگاه کردن مردم و آزاد کردن مردم از عوامل جهل، خرافه، ستم، انحطاط در جامعه اسلامی، روشن فکر باید از مذهب آغاز کنه. به معنای این فرهنگ مذهبی خواهد بر اساس این عوامل برداشت و تلقی
درست و مستقیم از مذهب، نه اون که در برابرش میبینیم، بلکه درست علیه و در مبارزه و برای نفی اون که در برابرش میبینه تا و ایجاد یک پروتستانتیسم اسلامی، همچنان که پروتستانتیسم اروپا قرون بستار منفجر کرد و همه ای عوامل انحطاط ره که به نام مذهب اندیشه ره و سرنوشت ره و جامعه ره متوقف و منجمد کرده بود، علیه او تنون توانست تنون تبرانی از اندیشه تازه و حرکت تازه ببخشه و مسیحیت ره در قرن 19 و 20 در جامعه علمی نگه داره و حتی عامل انحطاط به شدت تضعیف کنه و عوامل ارتجار تا حد زیادی خل اصلاح بکنه. یک پروتستانتیسم مسلمان که برخلاف پروتستانتیسم اروپایی که در دستش چیزی نداره، این و برخلاف او که باید از مسیح صلح و سازش یک مسیح آزادی خواه مسئول جهانگرا بسازه و بنمایه، این روشنفکر، این پروتستانتیست مسلمان در این لحظه رنسانسی که گفتم قرار داریم، از یک توده انبوهی از عناصر پر از حرکت، روشنگرایی، هیجان، مسئولیت سازی، جهانگرایی و اساسی ترین سنت فرهنگی، نه سنت تفاخرات موهوم، بلکه سنت شهادت و کوشش و تلاش انسانی و تاریخ پر از مبارزه بین عدل و ظلم و مفاهیم پر از روشنگری و مسئولیت سازی و مدافع آزادی انسان، آزادی فردی و مسئولیت هر فرد در ساختن تقدیر سرنوشت مملو از این عناصر، از این تاریخ. و یک پروتستانتیسم مذهبی به عنوان نقطه آغاز کار روشنفکر در احیا و نجات و حرکت بخشیدن به جامعه است، این مسئولیت ده. تا یک ذخایر عظیم فرهنگی جامعه‌مون را روشنفکر مهندس فرهنگی جامعه استخراج کند، تصفیه کند و این مواد که باعث انحطاط تراکم شده تبدیل به انرژی و حرکت. دوم تضادهای اجتماعی را و تضادهای طبقاتی را از بطن جامعه موجود به قدرت هنری، نویسندگی، گویندگی و همه امکانات یک روشنفکر در اختیار داره از قدیم و جدید، وارد وجدان و کنسیانس و خودآگاهی جامعه است. این همون آتشی که پرومیسور انسان می داره، اون چیزی که روشنفکر جامعه است. سوم متن مردم که از او دور افتادن و هرچی می گذرد دورتر می شوند، میان جزیره انتلکتوئل و ساحل مردم و صحرایی که مردم در پراکنده هستند، یک پلی از خویشاوندی و آشنایی و تفاهم و همزبانی بیفتند در خدمت مرد قرار افتادن. مذهبی که برای حیات و حرکت به وجود آمده و هدایت در خدمت زندگی این انرژی را قرار دهد. و پنجم صلاح مذهب را از دست عواملی که با این صلاح مسلح شدن تا قدرت خودشون به تأمین کنند یا ازش دفاع کنند،
از دست اونها بگیره، به دست بگیره تا هم خودش در هدایت مردم و در حرکت دستیدن به مردم نیروی لان باشه و هم خود که مخالف به خلع اصلاح کنه. و چیزی و در حالی که با یک پروتستانتیسم مذهبی یعنی بازدست به اون مذهب که حیات حرکت تاریخ عدالت عوامل اساسی سازنده میشید، هم عوامل اتجاعی رو تلاش بکنه، همین عوامل اتجاعی سنتک تقویت میکرد در مبارزه ناسیانه با اونها، به هم مردم رو از اون که موجود تخصیر و توقف و انحراف و افتالتون سود نجات بده و همون عوامل و وسیله احیاء و آگاهی و حرکت با مبارزه با خرافات کنه. محسن بحاسا ریسان فکر یک ایمان تازه درسته و سوده یک خداگاهی دیشان و مترفی که و سوده مردم به خداگاهی نیازمان دارم و ریسان فکر ما ایمان